روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نور معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص‌های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. سبحانه. آغاز روز خوب. بسیاری اشخاص وقتی که صبح از خواب می خیزند به صبحانه خوردن اهمیت نمی دهند. صبحانه اکثر بزرگسالان از یک پیاله قهوه، آن هم با عجله، عبارت است. تعداد اطفالی که بدون صبحانه خوردن به مکتب می آیند سال به سال می افزاید. صبحانه به انسان ها چی لازم است؟ یک گروهی از دانشمندان در مدت 10 سال تاثیر صبحانه های مختلف را در مقایسه با استعمال نشدن به اشخاص سن و سالشان متفاوت تحقیق نمودند. آنها به خلاصه رسیدند که صبحانه خوب هم به بزرگان و هم به اطفال برای کمتر خشمگین و قدرتمندتر بودن یاری می رسانند. تحقیقات های جدید علاقه میان صبحانه و کم شدن خوف پیدا شدن بیماری های کهنه، طولانی شدن حیات و سلامتی بهتر را معین نمی کند. صبحانه خوب چیست؟ این صبحانه ای است که هیچ نباشد 1/3 کالوری شبانه روزی را تامین می کند. اگر شما روز را با شوله یا بهترش کدام نوعی از غلجات خالص باشد، نان از آرد درشت، میوه های تازه آغاز نمایید، آنگاه در دوام قسم اولی روز قدرتمندی و کارشایمی شما در سطح استوار قرار می گیرد. چای یا شربت با بوتربراد، یعنی پاره نان با روغن، پنیر و غیره چی بدی دارد؟
به شما صبحانه لازم است که مقدار زیادی محلول داشته باشد، گرچندی که محلول در ارگانیسم جذب نشود هم آن آب را جذب نموده و در میده و روده حرکت می کند. در نتیجه آن چیزهای جذب شونده برای قسمهای خوراک چون مانعی عمل می کند. بنابراین آنها نهایت زود جذب نمی شوند. از طرف دیگر غذایی که دارای محلول نمی باشند، مخصوصا محصولات های شیرین شده و نوشیدنی ها زود به خون جذب می شوند. در نتیجه این سطح قند در خون بلند و بعد پایین می شود، طوری که ما گفتیم در ساعتهای اخیری روز باعث کم شدن قوه و کارشایمی می گردد. این در حالتی رخ می دهد که در صبحانه خوراکی محلول دار کم خورده شده است یا هیچ عموماً استعمال نشده است. ولی من تا ساعتهای 10 و 11 چیزی نمی خواهم که بخورم. احتمالاً سبب اساسی این در آن است که مردم شب بیش از حد غذا می خورند، مخصوصاً هنگامی در نزد تلویزیون نشستن. وقتی که آنها خواب می کنند معده‌شان به هضم غذا مشغول است، بنابراین سحری آن به استراحت نیاز دارد و به جذب صبحانه بسیار آماده نیست. حل مسئله: غذای سبوک در شب 4 ساعت پیش از خواب، حتی در دوام چند روز از غذای شب دست کشیدن ممکن است. بعد از خوردن غذای شب دیگر چیزی نخورید، فقط آب و کمی میوه خوردن ممکن است. این دو قاعده عادی برای استراحت خوب در شب دراز یاری می رساند. من از طرف صبح وقت برای صبحانه خوردن ندارم. بسیاری ها شب تا ناوقت بیدار می باشند و صبح ها با مشکل از خواب برمی خیزند. چنین عمل به اکثریت اشخاص منفیت نمی آورند، گرچندی با نام بوم هایی هستند که قابلیت کاری آنها بیگاهی بلند است. کوشش کنید وقت تر خواب کنید تا که خوابتان پورا شود و هوشیار خیزید و برای کارهای صبح وقت داشته باشید. روز را با نوشیدن 1-2 گلاس آب آغاز کنید که معده را شستشو کند. با ورزش مشغول شوید، در هوای تازه قدم بزنید، بعد حمام کنید و خود را منظم سازید. چنین کارها مخصوصاً برای اطفال بسیار خوب می باشد. شبها آنها را بر وقت‌تر بخوابانید تا که صبحها سری وقت بیدار شوند و یک جا با تمام خانواده بر سر دسترخوان بنشینند. صبحانه خوب طب خوش را برای شما مهیا می سازند. خشم را برطرف می کند، امکانیت می دهد تا قابلیت کاری و دقتتان با دوام بمانند. احساسات های خود را بهتر کنترل می کنید، بهترین واسطه برای آغاز نمودن روزی شماست. صبحانه همیشگی، چرب ها، نمک، کلسترول. تخم ستاره ای 330 گرام، چرب ها 24 میلی گرام، نمک 1230 میلی گرام، کلسترول 675. نان در رویش چکه 274 گرام، چرب ها 15 میلی گرام، نمک 595 میلی گرام، کلسترول 35. کاکاو با شیر 1 گلاس 213 کالوری، چرب ها 9 میلی گرام، نمک 295 و کلسترول 25. شربت مالته خونی 1 گلاس 120 کالوری، نمک 6. غذای بدون گوشت 355 کالوری، چرب ها 18 میلی گرام، نمک 3265، در مجموع 1421 کالوری، چرب ها 78 میلی گرام، نمک 5965 و کلسترول 795. بهترین صبحانه: آمیخته 7 خوشه‌دار در 1 کاسه 159، 1 دانه کیله 95، شیر بدون چرب 1 کاسه 88 کالوری، نان سبوسدار 61. ثروت واقعی سلامتی است، نه قطعه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه‌های ما ادامه دارد، پس با ما باشید.
بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. اسرار سعادتمندی اویلا، مکافات حاضر و آینده. خصلت و خواهش ما چی گونه است؟ می تواند فعال اعتماد بخش اون چیزی باشد که ما چگونه می شویم؟ زحمت پدر و مادر خیرتمند را هیچگاه جمعیت اعتراف نمی کند، لیکن هنگامی که نامه های اعمال در آسمان ها کشاده می شوند، کارهای آنها چنانی که خدا آن را می بیند، همان طور نمایان می گردد و در حضور آدمان و فرشتگان پاداش داده می شود. آنگاه هر یک کودکی از طرف والدان به وظیفه خود وفادار تربیه شده، برای دنیا با کدام رسالت آمدن کشاده می شود. کار با خصلت این گونه کودکان آبی دیده به سرانجامی و شبهای بیدارخوابی را طلب میکرد، لیکن والدان آن را خیردمندانه و صادقانه اجرا نمودند و آنها از جانب خدا تحسین میشنوند. با کودکان باید آموزند که هنگامی که آنها ذهن خود را برای افکار تازه و باشرف میکشویند و کارهای نیک و ثمره بخش میکنند، آنها با لباس زیبای تنت الهی پوشانیده میشوند. این سر و لباس آنها را حاضر زیبای و محبوب می گرداند و در آینده راه آنها را به درگاه خدا تأمین می نماید. نظر او روایت می کند: آنها همراه من با لباس سفید سیر و گشت می کنند، زیرا آنها سزاوارند. خانه بهترین باغ عدن، بعد آن که انسان را از سیر و گشت جایهای خوشنمای آن منع شده بود، باز مدت مدیدی در روی زمین باقی ماند. نوع بشری پسفطرت شده را وقت زیادی اجازه داده شده بود که با آن خانه به عیب و نقصان نگاه کنند که پیش راهی با آن در آمدن را فرشته ها به پاسبانی گرفته بودند. در دروازه های ملائکه ها پاسبانی کننده بهشت حمد و ثنای خدا شروع می شد. به اینجا آدم علیه السلام با فرزندانش برای عبادت خدا می آمدند. در اینجا وصیت های مضمون آداب داشتن خود اطاعت قانون را که برای ویران کردن آن آدم و حوا از بهشت عدن رانده شده بودند نو کردند. این هنگامی رخ داد که موج غیر قانونی دنیا را فرا گرفته بود و بشرفی آدمان مرگ آنها را از آب طوفان معین نموده، دست عدن شناننده را از زمین برداشت. لیکن هنگام برقرار کنی نهایی آسمان و زمین نو با وجود می آید. بهشت عدن نظر به شکل اولش باز هم دل رباتر آرا داده می شود. سپس به آن کسانی که امر و نهی خدا را رعایه نمودند، زیر درخت حیات عمر جاویدانه بخشیده می شود و در روی طول عصرهای به آخر ساکنان عالمهای به حدود در این باغ مفتون کننده نمونه کاری آفریده خدا را می بینند که با نفرین گناه ویران نشده است و نمونه آن چیزی است که تمام زمین می توانست همان طور شود، به شرطی که انسان نقشه شریف خالق را اجرا می کرد. نقشه عظیم کفارت کاملا خیرخواهی خدا را به دنیا بر می گرداند. همه آن چیزی که برای گناه شده از دست رفته بود برقرار کرده می شود. نه تنها انسان را آمرزیدند، بلکه زمین را هم، تا که آن مأوای ابدی اطاعتکاران خدا باشد. در دوام 6000 سال شیطان برای مالک شدن بر زمین مبارزه می برد. حالا باشد مقصد نخستین خدا در بابت ایجاد کاری هایش عملی می شود. اندیشه میراث آینده را از حد زیاد تصور نمودن بسیاری ها را وادار نمود که از موقع روحی خود همان حقیقت هایی که به ما یاری می رسانند به میراث خود چون به باششگاه واقعی نظر کنیم شهر دهند. عیسی مسیح شاگردان خود را باور می کنند که
او رفته برای آنها در درگاه پدر دایره‌ها آماده می کند. زبان انسان قابل نیست که عطای پارسایان را تصویر نماید. این را فقط آنهای درک می کنند که آن را می بینند. عقل محدود قادر نیست که شرافت بهشت خدا را درک نماید. در کتاب مقدس میراث نجات یافتگان سرزمین ذکر یافته است. در آن سرزمین چوپان آسمانی رمه خداوند را به سرچشمه های آب حیات بخش می راند. درخت حیات هر ماه ثمره اش را می آورد و برگ های درختان برای شفای آدمان خدمت می کنند. آنجا جویبارهای آب صاف و زلال جاری است که هیچگاه خشک نمی شوند. در کنار آن جویها درختان سرشاخ و برگ می رویند. آنجا دشتهای وسیع به تپه‌های کوه‌های زیبا تبدیل می‌یابند و قله‌های بلند تا آسمان‌ها برداشته می‌شوند. در این دشت‌های آرام نزد چشمه‌های شوخ خلق خدا مأوای خود را ابدی می‌یابد. اما آنچه که از قضا و قدر الهی برای ما نامفهوم است در عالم فرارسنده فهم می‌شود. تعبیر هر چیزی آن وقت نامفهوم روشن می‌شود. اسرار خیر و برکت برای من آشکار می گردد. آنجا که عقل محدود ما پریشان می شود و فقط آرزوهای به عمل نامده را می بیند، ما موازنت کامل و زیبا را درک می کنیم. ما درک می نماییم که مهر بی اندازه حالت حیاتی را که به نظر مشکل می نمود اداره کرده است. آنگاه ما غمخوری مهربانانه ذاتی را حس می کنیم که او همه چیز را برای نفع ما میکند. ما خانه آسمانی داریم. عیسی مسیح ما را چنان دوست داشته بود که برای ما جانش را دریغ نداشت و برای من شهر بنیاد کرد. در شهر خدا غم و اندوه نیست. در آنجا هیچگاه شیوه های خزین و نوحه ها در بابت آرمان های آمده نشده به گوش نمی رسند. به زودی خواهیم دید که لباس های ماتم به سر و لباس عروسی و دامادی تبدیل می شوند. بگذار همه زیبایی های خانه در روی زمین بوده امون ما را از دریای نهایت پاک و مصفا، کشتزارهای سبز، جنگلزارهای پر از انبوهی درختان، چشمه های پر جوش و خروش، از شهر مجلا که رسام قادر نیست آن را تصویر کند و یگان کسی هم نمی تواند که آن را توصیف نماید خاطر نشان کند. آنچه را که چشمی ندیده است، گوشی نشنیده است و به دل انسان نامده است، خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. نامه یکم قرنتیان باب دویم آیه نهم. ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. شنوندگان عزیز، اینک می پردازیم
به بخش خاتموی سلسله برنامه وحی امید بخش. در دوام یک چند ماه ما به سمع شما سلسله برنامه های وحی امید بخش را رسانیده بودیم و اینک رسیدیم به خاتمه این برنامه. سلسله برنامه های وحی امید بخش ما را از هوشداری خداوند نسبت زمان آخیر و فرارسیدن کتاکلیزم‌ها و ویرانشوی این جهان دوم و اینچونین بازگشت دوباره مسیح بر زمین و داوری عادلانه خداوند درگ می دادند. اینک ادامه بخش خاتموی سلسله برنامه های وحی امید بخش را با هم خواهیم شنید. با ما باشید. لااقل چونین واقعه را که در عصر هفت بعد از میلاد عرب ها دینی به نام پروسلاوی را در ویزانتیا و ترک ها در عصرهای 11 و 15 تارمار کردند، یا واقعه فرو غلطیدن اقتدار اسپانیا را که به واسطه اینکویزیسیا خود را ننگین کرده بود به یاد آورید. بشارت آید به نجات دهنده و نجات در پاکی ابتدایی آن در دنیا مدتی کوتاه محفوظ داشته شده است. سخنان اندوهگین پاولوس حواری درباره گرگان درنده که برما رحم نخواهند کرد که آن در اعمال باب 20 آیه 29 و 30 نوشته شده است و فاشکنی های مسیح در حق فریسیانی که بر کرسی موسی نشستند، انجیل متا باب 23 آیه 2 و 4 بزودی تصدیق شد. بعد از آن که دین مسیحی همچون دین دولت اعتراف کرده شد، در سال 316 بعد از میلاد کلیسا با دولت پیوست گردیده وضعیت حکمرانی را اشغال نمود و همه را فراموش کرد که سر آن در جهان گرفتار تعقیبات شده در عقوبت ها جان داده بود. اکنون دین مسیحی را آدمانی که تجدید نیافته بودند با مقصدهای طمع‌کارانه قبول میکردند. به حسب ایمان تعمید یافتن جای خود را به تعمید کودکان گذشت کردن گرفت که این به کلیسا قبول شدن بت‌پرستان را باز هم بیشتر آسان کرد. کم کم دین مسیحی از دین روح و راستی به دین و آیین دنیوی تبدیل یافت. در حالتی که عقیده یهودیان را در خصوص تابع شریعت بودن و با عملها خود را سفید کردن با یک جویگی مراسم مرکب آنها در بابت تقدیم کردن قربانی ها همچون بسیار خدایی خلقها را با یک جایگی رسم و آیین پراسرار آنها قبول کرده در خود متحد نمود. کلیسا در شخص سروران طمع‌کارش یعنی وارثان شیطان صفتی که کلانی را دوست می داشتند وضعیت حکمرانی را بر خلایق اشغال نموده از میان خود بلعام‌ها را و ایزابل‌ها را با وجود آورد. کارهای نیکولاسیان با تدریج با تعلیمات یعنی با عملیات زندگی گذاشتند. با زبان یونانی نیکاو مطع میکنم لاوس قوم را. مبارزه کلیسا برای راستی با مقابل گنوستیک ها امکای شیطان و بدعتکاران
به مبارزه ضد راستی مبدل شد. در انجمن سیوم عمومی جهانی سال 431 بعد از میلاد در شهر افسوس، با دعا احترام کردن، در عمل پرستیش کردن مادر او تصدیق گردید و مادر خدا نامیده شد. با تعلیمات کلیسا به طور نامعلوم بسیار خدایی، سطح اولیاها و صورتهای آنها، ایکانها داخل گردیده، احترام کردن آنها در انجمن هفتم عمومی جهانی تصدیق کرده شد. ایمان صمیمانه اصرهای اولین دین مسیحی با دوگماتیزم خشک و خالی و رسم و آیین اصرهای میانه عوض شد. اما در همه دوره های موجودیت کلیسای عمومی جهانی، در داخل وی جانهای به انجیل مسیح امینه بودند که تا به آخر خواهند بود که آنها برای عالم نانمایان باشند، هم تنها به خداوند قادر مطلق معلومند. همین بقیه کلیسای حقیقی، خانه خدا، از سنگهای زنده معوای روح القدس می باشند. در جواب وعده آید به دویم بار آمدن عیسی خداوند، کلیسای او می گوید: آره بیا ای عیسی خداوند. آمین. شنوندگان گیرومی، ما تصمیم گرفتیم در برنامه های من بعده یک چند بابی را از کتاب وحی بهر شما تلاوت نماییم. اکنون وقتی آن رسیده است که با هم خدا حافظی کنیم. خداوند محبوب، یاور و مددگار شما باد. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.